چه قبول بکنیم چه نکنیم، سال هاست که بین علما اختلاف نظره که آیپد بهتره یا سرفیس. طرفدارای اپل و مایکروسافت سر این قضیه گلو پاره میکنن و جامه میدنن. یکی میگه تبلت شما که اصلا اسباب بازیه، اون یکی میگه با تبلت شما که اصلا بدون کیبورد و موس نمیشه کار کرد. خب الان این وسط بالاخره حق با کیه؟ این ویدیو رو با ما همراه باشید. ببینید هر دو تا دستگاه بچه‌ها واقعا با کیفیت و خوش ساختن. دستگاهی که ما بررسی کردیم هم آیپد پرو M2 و سرفیس پرو 9 با پردازنده کرای 7 و 16 گیگ رم بودن که میخوایم راجبش داخل این ویدیو باهاتون صحبت بکنیم. اولا که طراحی دو تا دستگاه خیلی با هم دیگه متفاوته. آیپد مربعی تر از سرفیسه. این باعث میشه تا وقتی تبلت با حالت عمودی توی دست میگیرینش آیپد حس و حال بهتری داشته باشه. اما سرفیس اینجوری نیست. یه مقدار بلنده و بیشتر از آیپد به سمت پایین لنگر میندازه. مخصوصا که سرفیس حدود 200 گرمی هم از آیپد پرو سنگین تره و این قضیه بیشتر به چشم میاد. اصلا همه چیه سرفیس با آدم اینو القا میکنه که بابا باید به صورت افقی ازش استفاده بکنی. از نسبت عریض‌ترش بگیرید تا این کیکستند که به نظر میاد از نقاط قوت طراحی مایکروسافته. کیکستند لولای خیلی محکمی داره و میتونید باهاش توی زوایا و حالت‌های مختلف از تبلت استفاده بکنید. مثلا اونقدر بیاین بخوابونینش که بشه باهاش روی میز طراحی کرد، یا یه خورده مثلا بازش بکنید و بذارید یه گوشه تا بشه باهاش فیلم ببینید. به هر دو تا تبلت هم میتونید کیبورد متصل بکنید. بهترین کیبورد آیپد اسمش ماجیک کیبورده که تو دلش ترک پد هم داره و حدود 350 دلار هم قیمتشه. این کیبورد یه پد مغناطیسی داره که به کل به پشت آیپد متصل میشه، انگار که آیپد روی هوا شناوره. اینطوری میتونید تا یه اندازه محدودی هم زاویه تبلت رو بیاین تغییر بدین. ساختار کیبورد جوریه که کاملا میخوابه روی زمین، برای همین موقع تایپ شاید ارگونومی مناسبی نداشته باشه. از طرف دیگه هم سخت میشه مجموعه کیبورد و تبلت رو بیاین روی پاتون بذارید و مثلا یه لپتاپ بیاین ازش استفاده بکنید. اون سمت بهترین کیبورد سرفیس سری سیگنیچره که 280 دلار و تو دلش قلم هم داره، در حالی که برای خرید قلم اپل باید 129 دلار جداگونه پول بدین. کیبورد مایکروسافت هم جا برای قلم داره و هم میشه با یه نوار مغناطیسی به حاشیه پایینی سرفیس وصلش بکنین. اینطوری کیبورد با سطح میز یه زاویه پیدا میکنه که ارگونومی رو بهتر میکنه. به علاوه میشه این مجموعه رو روی پا هم گذاشت، هرچند که همین سرفیس هم باز به معنی واقعی کلمه نمیتونه حس حال لپتاپ رو بهتون انتقال بده. گذشته از تمام اینا، طراحی سرفیس یه برتری مختصر دیگه هم به آیپد داره و اونم محل قرارگیری وبکمشه. هر دوتا وبکم کیفیت که وبکمشون کیفیت تماس واقعا معقولی رو بهتون میدن، اما مسئله اینجاست که وبکم آیپد تو حاشیه کناری دستگاهه و این باعث میشه تا توی تماس‌ها نگاهتون به جای اینکه به سمت روبرو باشه به گوشه خیره بشید. اما توی سرفیس وبکم توی همون لبه بالایی دستگاه قرار گرفته. پورت های سرفیس هم باز به آیپد برتری دارن. آیپد فقط یه دونه پورت USB 4 با پشتیبانی تاندربولت 3 یا همون تاندربولت 3 داره که ازش میشه برای شارژ دستگاه یا وصل کردن لوازم جانبی یا مانیتور اکسترنال استفاده کرد. اون سمت سرفیس دوتا USB 4 با تاندربولت 4 داره و یه درگاه اختصاصی سرفیس کانکت که برای اتصال هاب گرون قیمت خود مایکروسافت میشه ازش استفاده کرد. از طرف دیگه پورت های تاندربولت سرفیس کارهای بیشتری هم دارن. مثلا میشه گرافیک اکسترنال به تبلت وصل کرد. نکته دیگه این که میشه SSD سرفیس رو هم ارتقا داد، هرچند که فرم SSDش از نوع مینیه و یه مقدار تو بازار پیدا کردنش سخته. بریم سر وقت صفحه نمایششون. صفحه نمایش هر دوتا جز بهترینان، ولی صفحه آیپد پرو واقعا توی سطح دیگه است. رزولوشن هر دوتا عالیه و به سختی میشه پیکسل‌ها رو از هم تفکیک کرد. پنل جفتشون هم IPS. با این تفاوت که آیپد پرو 12.9 اینچی از حدود 10,000 تا مینی LED برای روشن کردن پنل استفاده میکنه. واسه همین هم روشنایی خیلی بالایی داره و هم کنتراستش نزدیک پنل‌های OLEDه. سرفیس در تمامی شرایط میتونه نهایتاً به 400 نیت روشنایی برسه، در حالی که اون سمت روشنایی آیپد پرو تو حالت عادی 550 نیته و وقتی ویدیو HDR پخش بکنی روشنایش به 1500 نیت میرسه. آیپد پرو رنگای بیشتر و جذابتری هم میتونه نشون بده. کل فضای رنگی گسترده DCI-P3 رو هم پوشش میده، در حالی که اون سمت سرفیس حدود 85% از این فضا رو نشون میده.
دیگه مثلا میتونم بگم که هم صفحه آیپد پرو 120 هرتزی هم صفحه سرفیس، اما تفاوت اینجاست که آیپد میتونه نرخ نوسازی صفحه رو بسته به محتوایی که در حال نمایشه تغییر بده تا تو مصرف باتری صرف جویی بشه، اما نرخ نوسازی سرفیس رو میشه بین 60 یا 120 هرتز جابجا کرد. گذشته از بحث صفحه نمایش، اسپیکرهای آیپد پرو هم واقعا توی یه لول دیگه است، توی یه سطح دیگه است. سرفیس از دو تا اسپیکر استریو دو واتی استفاده میکنه، اما آیپد 4 تا اسپیکر داره که هم حجم صداشون بالاتر از سرفیسه، هم شفافیت بیشتری دارن، هم بیسشون کوبنده تر و باحالتر شنیده میشه، بیس کوبنده تر و باحالتری تولید میکنن. با اومدن تراشه های سری M تو دل آیپد ها، رقابت بین آیپد پرو و سرفیس پرو جدی‌تر هم شده، چون همون تراشه‌ای که تو دل مکبوک ها هم هست و همه انتظار دارن که با آیپد پرو هم بشه همون کارهای جدی و خفنی رو انجام داد که با مکبوک M1 یا M2 میشه. آیپد پرو 2022 از تراشه M2 اپل استفاده میکنه، همونی که تو دل مکبوک ایر و مکبوک پرو 13 اینچی هم هست. اون سمت سرفیس پرو 9 رو میشه با کورای 5 یا کورای 7 کم مصرف از نسل 12 اینتل با پردازنده آرم SQ3 خرید که این آخری در واقع یه نسخه کاستوم شده از اسنپ دراگون 8CX یا همون حالا 8CX نسل 3 هست. مدل i7 سرفیس پرو 9 قدرتمندترین نسخه شه که حتی همین نسخه هم از لحاظ قدرت سخت افزاری واقعا حرفی برای گفتن جلوی آیپد M2 نداره. تازه M2 شتاب دهنده های سخت افزاری جداگونه ای برای پردازش ویدیو و پردازش های هوش مصنوعی هم داره، برای همین عملکرد آیپد توی تسک های مثل تدوین ویدیو خیلی بهتر از سرفیسه. اما خب گذشته از قدرت سخت افزاری، سیستم عامل آیپد و سرفیس تفاوت های عمده ای با هم دارن و این تفاوت ها باعث میشن تا هر کدوم نقاط ضعف و قوت خاص خودشون داشته باشه. آیپد یه تبلته که دوست داره نظر یه تعداد از کاربرای لپتاپ رو هم بیاد به خودش جلب بکنه، برای همین هم لوازم جانبی مثل ماجیک کیبورد وجود دارن. اما مایکروسافت واقعا استراتژی جالبی سر سرفیس نداره. سرفیس پرو بدون کیبورد فروخته میشه، در حالی که تنها وقتی میشه از این دستگاه رضایت نسبی داشت که کیبورد بهش وصل باشه. سیستم عامل آیپد از همون اول با هدف تعامل لمسی طراحی شد و واسه همینم هم واقعا تو این زمینه عالیه. ژست های حرکتی و انیمیشن ها همشون نرم و روون اجرا میشن. اون سمت ویندوز یه سیستم عامل دسکتاپه که سالهاست سر سازگاری با دستگاه‌های مدرن و لمسی دچار مشکله دیگه. هنوز که هنوزه بخشی از ویندوز و عموم نرم افزارهای ساخته شده برای این سیستم عامل مناسب تعامل لمسی واقعا نیستن. اپل روی چیزهایی مثل چند وظیفگی مدام داره کار میکنه و هی داره با قابلیت‌هایی مثل استیج منیجر یا پنجره‌های شناور بهتر و بهتر میشه. ولی خب واقعا هنوزم نمیشه چند وظیفگی آیپد او اس رو با یه سیستم عامل دسکتاپ مثل ویندوز مقایسه کرد. مدیریت پنجره ها، جابجا شدن بین پنجره های مختلف یا اجرای همزمان چند تا نرم افزار، مخصوصا وقتی که کیبورد داشته باشی، واقعا توی ویندوز عالیه. مورد بعدی هم سیستم مدیریت فایله. با اینکه اپل با اپلیکیشن فایلز خیلی از اون سیاست سختگیرانش کوتاه اومده و دست کاربر رو بازتر گذاشته، ولی بازم سیستم مدیریت فایل ویندوز با اون قابلیت هایی که در سطح شبکه بهتون میده اصلا با فایل منیجر محدود آیپد قابل مقایسه نیست. ماهیت دسکتاپی ویندوز باعث میشه تا بتونیم خیلی از نرم افزارهای حرفه‌ای مثل متلب، وی اس کد یا نرم افزارهای مهندسی رو روی سرفیس اجرا بکنیم. هرچند که قدرت سخت افزاری پایین دستگاه اجازه نمیده که بعضی نرم افزارها با وضعیت خوبی اجرا بشن، مخصوصا اونایی که گرافیک خیلی قدرتمند یا حالا پردازش ویدیویی نیاز داشته باشن. یه تعداد نرم افزارهای حرفه‌ای به دنیای آیپد هم راه پیدا کردن، مثل فتوشاپ یا لوما فیوژن. قدرت سخت افزاری خیلی خوب آیپد بهش کمک میکنه تا خیلی خوب از پس این نرم افزارا بر بیاد. تو بحث قلم هم ما اکوسیستمی که اپل برای آیپد تدارک دیده و قابلیت‌های اپل پنسل رو کامل‌تر از سرفیس میدونیم. قلم سرفیس با اینکه خیلی سریع و نرم کار میکنه، اما ارگونومی قلم اپل رو نداره و حس حالش هم به اون اندازه خوشایند نیست. مثلا تجربه خودم رو بخوام بهتون بگم که چون با هر دوتا قلم کار کردم، قلم آیپد به خاطر اندازه بزرگتری که داره، وزن بیشتری که داره، خیلی بهتر روی دست طراح میشینه و حس و حال بهتری بهتون میده وقتی که مثلا میخواید طراحی بکنید. حالا مثلا من داخلم آیپد پرو M2 از اون قابلیت هاورش هم استفاده میکنم که برای مثلا طراحی چهره خیلی میتونه به کار بیاد. تجربه من اینه که قلم آیپد قلمیه که میتونه بیشتر رضایت شما رو جذب بکنه.
گذشته از بحث نرم افزارها، هسته قدیمی ویندوز و پردازنده های غیر بهینه دنیای پی سی باعث میشه تا سرفیس به اندازه آیپد سرحال و قبراق نباشه. مثلا آیپد عین موبایل هر لحظه آماده به کاره، خیلی سریع میشه لاک و آنلاکش کرد، اما سرفیس یه مکسایی رو این بین تجربه میکنه دیگه. از طرف دیگه شارژدهی سرفیس هم به اندازه آیپد نیست. اینم نکته بود که بعد میگفتم. واقعا نمیشه کاربری سرفیس رو با آیپد این با هم مقایسه بکنیم. هیچ کدوم نمیتونن عمل کرده رقیب رو به خوبی اون ایفا بکنن. سرفیس نمیتونه به اندازه آیپد برای طراحا، برای گرافیستا جذاب باشه و اون سمت هم آیپد نمیتونه به خوبی سرفیس نقش یک کامپیوتر جمع و جور بیزینسی رو بیاد ایفا بکنه. حالا اگر قیمت برای شما مسئله نبود، یعنی میتونستید هر کدوم از اینا رو بخرید، دوستانم داخل کامنت ها بنویسید که کدوم بیشتر به کار شما میومد، کدوم رو بین اینا ترجیح میدید و انتخاب میکنید. همین، منتظر کامنتتون هستم. مراقب خودتون باشید و خیلی مخلصیم.